سلام به همه باحالا و مشتیا که نشستید ویدیو جدید ما رو نگاه کنید. امیدوارم حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوایم راجع به بازی‌های صحبت بکنیم که معرفی میشن، اما بعد از معرفیشون چه اتفاقی میفته؟ بعد از معرفیشون که یعنی منظورش اینه که قرار چند سال دیگه بیاد، شما درس تموم میشه، بازی هنوز نمیاد، بعد میری دنبال کار میگردی، کار پیدا میکنی، مشغول میشی، بازیه میگه کمی تأخیر هم وجود داره، لطفاً کمی صبر کنید، ازدواج میکنی، بعد بازیه دوباره نمیاد، بچه دار میشی، بعد دیگه یواش یواش دیگه به کهولت میرسی، هنوز بازیه نیومده، چه خبره؟ یه لیست تهیه کردیم از بازیهایی که 100 سال طول کشیده تا بیان، البته خود کمتر، یعنی واسه ما 100 سال گذشته. بعضیاشون خیلی بازی‌های خفنی بودن و دمشون گرم که این همه ما رو منتظر گذاشتن، داشتن روی بازی کار می‌کردن. بعضیاشون یه عالمه ما رو منتظر گذاشتن و نتیجه افتضاح بوده. یه لیست جذابه، توی ویدیو راجبش صحبت می‌کنیم. بریم با انرژی ویدیو رو ببینیم. لایک می‌خوام بکنی، ازت لایک می‌خوام ته این ویدیو، انقدر که این ویدیو باحاله. درود بدخواهاتون و خوبخواهاتون و هر کی که شما رو میخواد بر شما. مسعود هستم، با یه قسمت جذاب گیم مشینی اومدم پیشتون. بزن اون لایک و ندیده زنگوله و سابسکرایب و اینا رو هم بزن که قراره از بازیهایی صحبت بکنیم که انقدر طول کشید تا بیان که ما پیر شدیم، خودشون پیر شدن، ما رو هم پیر کردن. تازه اگه نتیجه نهایی چیز دندونگیری از آب در بیاد که عالیه، در نیاد که اصلا هیچی، باید سیفون رو کشید، چون چند سال از زندگی ما گیمرها رو هدر داده و ما رو منتظر گذاشته. کار هنری سخت، خلاصه اونم ساخت بازی. دوست عزیزی که دوست داری بازی ساز بشی، خیلی راحت سخته. The Last Guardian، آخرین نگهبان چیه؟ یه بازی عجیب و غریب در مورد یه پسر بچه و یه پرنده گربه شکل غول که پرم داشت و از یه شهر باستانی باید اینا جفتشون فرار میکردن. جذابه مگه نه؟ ماجرا انقدر جذابه که سازندای بازی باید یه طوری خودشون از دست بازیشون و اون هیولاه فرار میکردن و شر این بازی از سر خودشون باز میکردن. بازی قرار بود سال 2011 برای پلیستیشن 3 منتشر بشه، ولی ارزش تأخیر خورد تا 5 سال و واسه کنسول نسل 8 سونی منتشر شد، یعنی PS4. آخرین نگهبان از اون دست بازی های این لیسته که با وجود مشکلهایی که توی پروسه ساختشون داشتن، در نهایت تونستن بازی با کیفیت و درجه 1 رو منتشر کنن. دوک نوکم فوریور، آخ دوک شوخ و فحاش قدیمی، چه بلایی سرت آوردن عزیزم، چی کارت کردن این لعنتیات، که پارت کردن کل میراث و ابهت تو با خاک یکسان کردن، گن زدن به هیکل عضله‌ای جذابت. چی، خود خالقت این کارو کرد باهات؟ سازندت این کارو باد کرد؟ انقدر جو گرفتش که فکر میکرد خبریه مگه نه؟ جاه طلبی و خود خیلی پنداری باعث میشه که همچین اتفاقی بیفته. حیف، تازه داشتی میرفتی اون بالا بالاها، فتح یک یک قله ها، یه ها واسه 15 سال غیبت میزنه، هی سال میگذره، هی انجین عوض میکنی، هی ساخته میشه، هی خراب میشی، آخرش هم فایلای ناقصتو میدن به گیر باکس، اونم با ماسه و سیمان تیکه پاراتو به هم وصله پینه میکنه، یه رنگ میزنه رود به اسم دوک نوکم، برای همیشه راهی بازار میکنته. آخ دوک بیچاره، چه خفت ها که نکشیدی، خفتی واسه همیشه. Beyond Good and Evil 2، یکی بیاد به ما بگه که چه خبره توی یوبیسافت، شما که فرت و فرت اساسین و حشاشین داری ول میدی، بعد یهویی توی ساخت دنباله فراتر از خوب و بد میمونی؟ چی؟ سازنده بازی جاه طلبی های زیادی داره، خب اشکالی نداره که طرف ریمن ساخته براتون، حمایت کنید ازش، هواشو داشته باشید، خوبه که نسخه اول بازی هم حسابی محبوبه. چی شد؟ خبر تازه رسیده که سازنده بازی به اتهام آزار جنسی کلن از ساخت بازی کنار کشیده. آها که اینطور، خب یکی بازیش چی بود اسمش؟ وحشی The Wild، اونم کنسل شده. خب آقا این یکی هم بگید کنسل شده، راحت کنید دیگه ما رو،
از سال 2010 هی فوتیج داری نشون میدی که قرار دنبالش بیاد، قرار دنبالش بیاد، آخرش هم که رفت سازندت. بیا برو آمو تا آزار نداده همون سازنده بچه آتو بازی رو بده بیرون. Aliens Colonial Marines. این بازی سری بیگانه خیلی داستان جالبی داره. اول که بازی سال 2001 معرفی میشه، هی به مشکل میخوره ساختش تا سال 2006 که حقوق ساخت ویدیو گیمی از این سری دست سگا میفته. سگا هم استودیو گیرباکس رو مسئول ساختش میکنه. گیرباکس هم خیلی جدی کارو شروع میکنه، انقدر جدی که 7 سال جدیتش به طول میکشه و منتهی میشه به شاهکاری که فقط دوک نوکم برای همیشه توانایی رقابت رو باهاش داره. تازه بعدش مشخص میشه که تو این 7 سال گیرباکس کلی از پولایی که از سگا میگرفته رو خرج ساخت بازی دیگه مثل بوردرلندز و همین دوک نوکم میکنه و به جای ساخت بیگانه بخت برگشته بازی رو به استدیوهای دیگه میده که اونا براش بسازنش. موقعی هم که سگا دستش میاد که چه کلاهی سرش رفته، دیگه کار از کار گذشته. تو هیومن سیلیکون نایتس سازنده این شاهکار یه روزایی پادشاهی میکرد واسه خودش. اولین نسخه سری میراث کینو به اسم بلاد اومن ساختن، اینترنال دارکنس ساختن، با همکاری کوجیما متال گیر سالید اولی و واسه گیم کیوب ریمیک کردن، ولی افسوس که هر اوجی فرودی هم داره که البته توی این مورد با سر خوردن زمین فرود نیومدن. این بازی اول قرار بوده واسه پلی استیشن 1 سونی منتشر بشه. همونطور که حد زدید این اتفاق نمیفته و این بار قرار میشه که بازی واسه گیم کیوب نینتندو بیاد. بازم این اتفاق نمیفته و برای دفعه سوم قرار میشه که بازی این بار دیگه حتمی واسه ایکس باکس 360 مایکروسافت بیاد. خب همینطوری هم میشه و بازی بعد 10 سال تأخیر انحصاراً واسه کنسول دوم مایکرو منتشر میشه. کلی هم واسهش تبلیغ میکنن که ای ملت بیاد این شاهکار دو عالم از راه رسید، برنامه میریزن که یه سگانه ازش بدن و کلی رمان و کامیک و فلان و اینا. به مولا که خسته شدم. همونطور که باز حد زدید بازی نه خوب میفروشه نه خوب نمره میگیره، مشکلاتش که اصلا کم نبود. این وسط اپیک گیمز هم میاد علیه استودیو شکایت میکنه که آمو اومدی از یه ورژن غیر مجاز آنریل انجین ما استفاده کردی، پدرتو در میاریم. خلاصه که پرونده قضایی تشکیل میشه و بعد 5 سال بحث و جدل اپیک پیروز میشه و سیلیکون نایتس هم که کلا بیچاره میشه. سگانه که نمیسازن هیچ، ورشکسته میشن، فراموش میشن، داغونم میشن. تو این ویدیو راجع به همه صحبت کردیم غیر از عمو سایبرپانک. لعنتی این همه ما رو منتظر گذاشت، تاخیر زد، آخرش اون افتضاحی که دیگه خیلی راجع به صحبت کردیم و به بار آورد. این جی تی ای 6 هم راکستار نمیدی بیرون ها، نیایم بالا سرت. تریلوژی برمیداری به ما میدی ریمستر که کاش نمیدادی، خدا لعنتت کنه. اگه این ویدیو رو دوست داشتین لطفا لایکش کنید، سابسکرایب کنید چنل ما رو. بعید میدونم تا الان سابسکرایب نکرده باشی یا لایک نکرده باشی، قطعا تا الان این کار انجام دادی. من باورم نمیشه که این کار نکرده باشی. کامنت هم واسمون بذار، دوست داری برنامه ها و موضوعی که انتخاب میکنیم و کلا سبک و نوع ویدیو ها و برنامه های ما رو بهمون بگو بدونیم. دوستت دارم، مواظب خودتو، خوبیات و اوقات فراغتت باش. امیدوارم تو زندگیت هیچ وقت زیاد منتظر نمونی. خدا نگهدار.